بس میکنم با آقای احمد خان اندر، تحلیلگر مسائل نظامی که از طریق خط اسکایپ از سویدن با ما وصل هستند. اندر صاحب، شما را به بس خوش آمدید میگم. آیا هنوز هم نگرانی های مبنی بر حضور و فعالیت داعش در افغانستان وجود داره؟ به نام خدا، سلام به شما محترم داریوش احمدی صاحب و تمامی هموطنان عزیز خویش احترام و سلام تقدیم می نمایم. این سوال شما مربوط میشه به حکومت داری خوب امارت اسلامی. شما ببینید بعد از حکومت امارت اسلامی در کشور ما اشغال، جنگ تقریبا نیم دهه از بین رفته و تمامی جغرافی کشور به دست حکومت مرکزی می باشد، یک امنیت سرتاسری تامین گردیده. متاسفانه که تا به حال حکومت فعلی از جانب هیچ کشور جهان به رسمی شناخته شده و تعامل سیاسی با کشور حتی با کشور همسایه منطقه و جهان صورت نگرفته است. نیروهای امنیتی امارات اسلامی افغانستان در طی تقریبا 3 سال در سرکوب گروه های تروریستی بخصوص داعش بسیار موفق بوده، اما ما یک کشور جنگیده هستیم و اقتصاد مردم ما خراب است، که کشور همسایه ما بسیار چشم بد دوخته به معدنهای ما، به وضعیت فعلی که باوجود آمده آنها خوش نیستن که در افغانستان یک حکومت قوی و یک امنیت سرتاسری وجود دارد. بنابراین از معاون سیاسی ریاست الوزرا تشکر میکنیم که با مردم خویش، با ملت خویش دیدارها را شروع نموده، اما حال هم ناوقت نیست که شخص امیرالمومنین نیز با ملت خویش روبرو ببینن، امرایشان صحبت نماین تا از طریق یک گفتمان بین الافغانی ما یک حکومت قوی را تشکیل بتیم که قانون اساسی داشته باشد و این تهمت های کشور همسایه ابرپرت ها که داعش نه بیز قومی در کشور ما دارد نه بیز مذهبی و این را دمیته 3 سال که طالبا به قدرت رسیده بسترسازی می نماید، اعلان می نماید وقت نوقت، در حالی که آنها اینقدر که از وضعیت فعلی کشور ما آگاهی دارند، چرا این سرمنشه ریشه گروه های تروریستی بخصوص داعش را پیدا نمی کنند و کوشش می کنند که از طریق کشور همسایه، مثل که شما در اخبار خود گفتین، در این گروه تروریستی افغان ها هیچ دست ندارند. ولی آقای داریوش احمدی، اگر ما یک حکومت خوبی نداشته باشیم و در اینجا افغان ها متحد نباشن، از وضعیت خراب اقتصادی مردم ما که شورای همسایه قبلا نیز بر ضد حکومت های اسبق ما استفاده نموده، باز هم استفاده می نماید و کوشش می کنه که از افغان ها سربازگیری نماید تا بر ضد حکومت خویش، بر ضد کشور و جغرافی خویش عمل نمایند. از امارت اسلامی افغانستان خوشمندیم که این دغدغه ها را باید جواب بگه، با جامعه جهانی تعامل سیاسی را مستحکم نماید، رابط خویش را با جهانیان درست نماید که همچو تهمت ها و همچو گروه های توریستی به کشور ما نیاید. بله، تعداد از ولایت های افغانستان بیشتر آسیب پذیر بودند از ناحیه که حضور گروه داعش در افغانستان که بیشتر شامل ولایت های شرقی افغانستان میشد، اما وقتی که مردم خود از این ولایات میان میگن که دیگر مجال رشد برای همچو گروه ها در افغانستان و در این ولایت ها وجود نداره، چقدر میزان احتمال سربازگیری این گروه ها را به نحوه به شکل صفر در افغانستان نشان میده؟ اصلا غرب به خصوص ایالات متحده آمریکا، کشور پاکستان از وضعیت فعلی افغانا خوش نیستن که با چین، ایران، روسیه، کشورهای آسیای مرکزی روابط سیاسی، اقتصادی، دیپلماتیک خوش را روز به روز تحکیم میبخشد. آنها بهانه های مختلفی را پیدا میکنند و اصلا این جنگ بین چین، روسیه و ایالات متحده آمریکا جنگ سرد ادامه دارد و کوشش میکنن که از طریق پاکستان یک بار دیگر جنگ های نیابتی خویش را به کشور ما بیارن و چاراهی واخان بر پاکستان و بادارانشان که
غرب می باشد چندان خوشایند نبوده که راندازی شود و کار بالاشان شروع شود. جنگ اقتصادی است و به می خاطر است که امریکا از یک طرف در جنگ با روسیه در اوکراین روبروس، از یک طرف در مدیترانه و یا هم در فلسطین و یمن، و به می خاطر است که می خواهد برای پاکستان یک دوست همپیمان دیگر را نیز در پهلویشان داشته باشد. متاسفانه که پاکستان باید بداند افغانها فعلا در اون وضعیت نیستند که آنها نتوانند با کشورهای همسایه خویش رابط سیاسی و دیپلماتیک خویش را داشته باشند. بله، آیا فکر میکنین که در نهایت نگرانی های موجوده که در قسمت حضور گروه داعش در افغانستان وجود داره باعث از این شوه که کشورهای همسایه و منطقه‌ای که همواره این موضوع را مطرح میکنن عکس العمل قابل توجهی به خاطر مبارزه با این گروه در افغانستان داشته باشه؟ ببینید، شما شاید هستین که یک ما قبل در ایران نیز حمله توریستی صورت گرفت که داعش آن را پذیرفتن و در پاکستان هم وضعیت بسیار وخیم است. همچنان در روسیه در تالاری که کنسر بود حمله صورت گرفت. این یک پدیده بین‌المللی است، پدیده افغانی نبوده. به خاطر از این باید یک پروگرام و یا تدابیر امنیتی مشترک در منطقه و حتی در جهان تنظیم گردد تا بر ضد این پدیده مبارزه درستی صورت بگیرد. این قسم شده نمیتواند که در هر کشور یک واقعه صورت بگیرد و آن را بالای افغانها و یا هم حکومت فعلی افغانستان تحمیل نماید و یا بقبلند که در افغانستان پلان گذاری شده است. سپاسگزارم آقای اندر از اینکه در بحث با ما بودین.